همه مایی که عاشق هری پاتریم آرزومون این بود که یه روزی یه نامه بگیریم و به هاگوارتس افسانه‌ای بریم. اما خب همیشه برامون هم سوال بوده که این مدرسه چطوری تأسیس شده و جریان 4 تا گروه اصلی مدرسه چی بوده که تو این ویدیو همشو بهتون میگم. سلام رفقا، چطورین؟ من امیرم و به چنل موویشن خیلی خوش اومدین. دانش آموزا تو سن 11 سالگی از هاگوارتس یه نامه میگیرن که داخلش بلیت قطار به هاگوارتس و وسایل مورد نیازشونه. وقتی هم که وارد مدرسه میشن یه کلا میذارن رو سرشون که این کلا اونا رو بین 4 تا گروه اصلی یعنی گریفیندور، ریونکلاو، اسلیترین و هافلپاف تقسیم میکنه. این گروه ها هم اسم 4 تا مؤسس هاگوارتسه. غذاهای خوشمزهی که داخل مدرسه میخوردن و دل هممونو به ضعف مینداختن همشون کار هافلپافه. ریونکلاو مکان و اسم مدرسه رو انتخاب کرده. یه افسانه هست که میگه یه شب ریونکلاو داخل خواب داشته یه گراز وحشی رو تعقیب میکرده، یهو میرسه به یه منطقه که از یه طرف دریا بوده از یه طرف هم جنگل. بعد موقعی که بیدار میشه میگرده این منطقه رو تو هایلند اسکاتلند پیدا میکنه. وقتی هم که کار ساخت مدرسه تموم میشه جادوگرای خیلی زیادی با تلسمای مختلف مدرسه رو از دید ماگلا مخفی میکنن که اگه از راه زمینی میومدن فقط تابلو خطر مرگ و اینجور چیزا رو میدیدن، اگه از راه هوایی میومدن فقط خرابه میدیدن. اون موقع هم که مدرسه ساخته شد اصلا هواپیما نبود، ماگلا از راه هوایی نمیتونستن بیان، ولی خب هی دائما این تلسما رو آپدیت میکنن جادوگرای مختلف. این 4 نفر بعد تأسیس مدرسه سر اینکه کی تو مدرسه درس بخونه دچار اختلاف میشن. مثلا سالازار اسلیترین فقط میگفت که باید اصیل زاده ها رو جذب کنیم، یعنی کسایی که پدر و مادرشون جادوگر بودن، اما خب بقیه مخصوصا گودریک گریفیندور مخالف این قضیه بودن. واسه همینم اومدن گفتن که آقا مدرسه رو به 4 گروه تقسیم میکنیم، هر کس هم اعضایی که مد نظرش رو جذب کنه. اون کلاه جادویی سخنگو هم که بچه ها رو تقسیم میکرد که یادتونه، سازنده های هاگوارت ذهن خودشون رو داخل اون کلاه گذاشته بودن که تصمیم بگیره کی بره تو کدوم گروه. هاگوارتس یه قلعه خیلی بزرگه که تا الان هیچ کس نتونسته نقشش رو کامل کنه. خود جی کی رولینگ یه نقشه از هاگوارتس کشیده، ولی خب بعدن همون هم اصلا کامل ترش کردن. هر گروه هم خوابگاه خودشونو داره که از دید بقیه گروه ها مخفیه. خوابگاه گریفیندور تو طبقه 7 برج جنوبی پشت تابلو بانوی چاقه که میرن جلوش و اسم رمز رو میگن، تابلو براشون میره کنار. خوابگاه اسلیترین تو راهروهای زیرزمینی و زیر دریاچه است، اونا هم مثل گریفیندور اسم رمز رو میگن و میرن داخل. خوابگاه ریونکلاو تو غربی ترین قسمت قلعه است. خوابگاه هافلپاف هم داخل آشپزخونه است. کلن مکانای هاگوارتس خیلی زیادن. اگه که دوست دارین براتون بیشتر از هاگوارتس بسازم این ویدیو رو بتره کنی. شعار هاگوارتس هم همیشه این بود: هرگز یک اژدهای خفته رو قلقلک ندهی. اما خب بریم یکم مفصلتر راجع به گروه های هاگوارت صحبت کنیم. هممون گروه اسلیترین رو تقریبا با شخصیت های منفی میشناسیم. اما خب جالبه بدونین که مرلین افسانه‌ای عضو اسلیترین بوده. تو قسمنامه هاگوارت هم به اسم مرلین قسم میخورن. رنگ گروه اسلیترین سبز یشمیه. خود سالازار اسلیترین میتونست با مارا صحبت کنه، واسه همینم نماد گروهشون ماره. بعد یادتونه که گفتم اسلیترین میخواست فقط اصیل زاده ها وارد مدرسه بشن، واسه همین اسلیترین دور از چشم همه اومد تالار اسرار رو ساخت. فقط هم یه اسلیترینی واقعی میتونست پیداش کنه و واردش بشه. هدفش هم این بود که با استفاده از باسیلیس جادوگرایی که اصیل نیستن رو بکشه که اسلیترین به خواسته خودش برسه، چون فقط اصیل زاده ها وارد اسلیترین میشدن. شیء مربوط به اسلیترین اون آویز اسلیترین بود که بعدن ولدمورت کردش جان پیچ. بعدن هم مشخص شد که نواده حقیقی اسلیترین ولدمورته. گروه هافلپاف معروفن به عدالت و سخت‌کوشی. ویژگی اعضای هافلپاف صداقت و عدالتشونه. اما خب همه اینجوری تصور میکنن که کسایی که خیلی باهوش و با استعداد نیستن میان تو هافلپاف. اما خب سودریک دیگوری تو هری پاتر و جام آتش ثابت کرد که اینجوری نیست. حیوان اصلی این گروه هم گورکنه. بعد گفتم دیگه خوابگاهشون هم توی آشپزخونه پشت چند تا بشکه است که میرن رو بشکه‌ها یه ریتمی رو میزنن، بعد بشکه‌ها میره کنار و میرن تو خوابگاهشون.
شیء مخصوص این گروه هم فنجون هافلپافه که ولدمورت اونم جامپیچ کرده بود. اما گروه گریفیندور که ویژگی اصلی اعضاش شجاعت و وفاداریه، اعضاش هم خیلی با هم دیگه متحدن. حیوان این گروه شیره، بعد برای اینم که بخوام برن تو خوابگاهشون جلوی تابلو بانوی چاق پسوردو میگن، تابلو میره کنار میرن تو خوابگاه. شیء این گروه شمشیر گودریک گریفیندوره که میتونست جامپیچا رو از بین ببره. هر موقع هم یه گریفیندوری واقعی بهش نیاز پیدا میکرد ظاهر میشد. گروه بعدی گروه ریون کلاف که گروه باهوشاست. به خاطر اینکه اعضای این گروه خیلی باهوش بودن، نمادشون هم عقاب بود. خوابگاهشون تو غربی ترین قسمت قلعه است. وقتی هم که بچه‌ها میخواستن برن تو خوابگاه، جلو مجسمه وای میسادن، مجسمه ازشون چند تا معما میپرسید، بچه‌ها بهش جواب میدادن میرفتن داخل. شیء مخصوصشون هم تاج ریون کلافه که میگفتن هر کی اون تاج رو سرش بذاره باهوشترین میشه. اما خب بریم سراغ دوره‌های تحصیلی هاگوارتس. دانش آموزا توی هاگوارتس 5 سال تو سطوح مقدماتی جادو درس میخوندن که بهش میگفتن سمج، توی 12 تا رشته. بعد با توجه به نمره‌هاشون انتخاب رشته میکردن. 2 سال بعدم وقتی تو امتحانای سطوح عالی جادوگری قبول میشدن، فارغ التحصیل میشدن. البته تو 17 سالگی باید تو امتحانای جسمیابی که همون ظاهر و غیب شدن اجسام بود شرکت میکردن. اگه اون امتحان رو رد می شدن، باید یه دوره دیگر رو از اول می خوندن. کسایی هم که فارغ التحصیل می شدن، سالی یه بار می اومدن مدرسه که این جادو رو فراموش نکنن. اما به این بگیم ببینم، شما هم مثل من دلتون می خواست تو هاگوارتس درس بخونین یا نه؟ این زیر حتما برام کامنت کنین. اگه هم که دوست دارین بیشتر از هاگوارتس براتون ویدیو بسازم، این ویدیو رو بتره کنین دیگه. این بغلم دو تا ویدیوی دیگه بهتون معرفی میکنم که پیشنهاد میدم حتما سری بهشون بزنی. فیلمایی که زندگیتون رو تغییر میده با بدترین کارهایی که بتمن کرده. رفقا با آخر این ویدیو رسیدیم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، این ویدیو رو لایک کنین، چنل موویشن هم سابسکرایب کنین و زنگوله هم بزنین تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندین. خیلی دوستتون دارم. خدافظ.